واکنش‌های بین‌المللی به انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت طالبان در حال تبارز یافت که در تازه‌ترین واکنش‌ها تبریک شنیده معاون منشی عمومی ملل متحد انفاذ این قانون را خلاف وجدان خوانده است. حکومت طالبان در حال این قانون را انفاذ کرده و باعث واکنش‌های شدید علیه حکومت خود شده است که این حکومت تاکنون با گذشت 3 سال هنوز قادر به کسب مشروعیت نگردیده است. ولی آیا منشأ این قانون را اصول و قوانین اسلامی تشکیل می‌دهد یا خیر؟ برای بررسی بیشتر موضوع آقای فاضل هادی وزیر آگاه امور مذهبی و سیاسی را از ترکیه با خود داریم. آقای وزیر سپاس از وقتتان. طالبا بار دیگر ادعا می‌کنند که تمام بندهای شامل در قانون امر به معروف و نهی از منکر منشأ اسلامی دارد. آیا قوانین اسلامی هست یا خیر؟ من رحیم باید از بکنم که طالبان حرکت طالبان و خود برای حرکت طالبان تلاش میکنند تا همه قوانین را که استفاده میکنند به پای شریعت اسلامی اسلام بنویسند. در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر باید بگویم که این قانون چندین مشکل جدی دارد. اول اینکه شیوه تدبیر تصویب قانون و همچنان تدوین قانون و بعد هم تصویب قانون و تفیق گونه مروایت نیست. یعنی این قانون در پشت درهای بسته است، طرف افراد تصویب شده است و بعد گونه بدون آن که مردم در جریان باشند یا اهل تخصص باشندان در جریان باشند این قانون توشیه شده است و نافذ گردیده است. این یک مشکل و شاید وجود بخش بزرگ از مشکلات این قانون برمیگردد به همین روندی که در نتیجه این قانون وجود آمده است. طرف دیگر این قانون در بعضی موارد یا در بعضی موارد حداقل مشکلات شرعی دارد. نمونه مثال عورت خواندن و الزام اسلامی ساختن پوشانیدن روی زنان و همچنان عورت خواندن و ممنوع ساختن صدای زنان و ایمانی که صدای زنان عورت است و همچنان دادن صلاحیت های بسیار زیاد و محتجم که می تواند به سوابدید خود از 1 ساعت تا 3 روز مرکز که تا زندانی می بکند و به اینجا طبعا مستحب محتصر هم مدعی است و هم قاضی است و هم خود دادگاه است و تصدیق کننده است که طبعا این مشکلات بسیار زیاد را به وجود می آورد. از طرف دیگر طبعا در وجود پلیس و استخبارات و دستگاه های دیگر این جهت دیگری است که زندگی مردم را کنترل می کند و حرصه زندگی را بر مردم از آفل دین و شریعت تنگ می شدند و طبعا این مشکلات است. البته این را باید عزم بکنم که خواندن به سوی نفضائل و نیکویی ها و همچنان ممانعت و گذاشتن مردم از منکرات و مفاسد این یک ارزش از در جامعه اسلامی، اما در وجود پلیس و محکمه و قضا و جهات های دیگر بله. متاسفانه وقت ما بسیار اندک است. طالبان با استفاده از مهر اسلام همیشه کوشش میکنن که هر قانون و فتوایی را که صادر میکنن موجب سازن تا مردم جرأت نکنن صدای علیش بلند کنن. با نظر شما جامعه علما در بخصوص کشورهای مثل عربستان سعودی و غیره کار کافی را برای تقویت طالبان انجام دادن؟ چرا علما حراس دارن از اینکه یک جنبش و یا یک موضع جدی را در قبال آنچه طالبان به نام دین میکنن انجام بتن؟ جبه نوزیده که کشورها متفاوت است، اما در بسیاری از کشورها اسلامی علما و نهادهای علما نقش خود را در حد توان ایفا کردند. یعنی طالبان را توصیه کردند، در افغانستان سفر کردند، بانوان واضح گفتند که دروازه های مخاطب و دانشگاه ها را برای دختران بگشایند، همچنان بانوان گفتند که محدودیت های که اساس بنیاد شرعی ندارد این محدودیت ها را از زنان بردارند. چنان این قضایا تنها به افغانستان مربوط نمیشه، بلکه نتایج منفی آن به همه جهان اسلام برمیگردد. اما طبعا طالبان حرف نمیشنوند، گوشهای شنوا ندارند. یعنی درست به حرفهای علمای داخل افغانستان و بیرون افغانستان گفتن به توصیه و نصیحت واقع نمیگذارند. نه تنها علما که حتی سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر را چیزترین چیزی که میگوید طالبان با ارزش قائل نیستند و آنچه را که خود اسلام و شریعت میدانند و با آن قانع هستند آن را انجام میدهند. بینند قضیه متاجه علمایی که نهادهای علمایی که صلاحیت های اجرایی ندارد تنها به توصیه و نصیحت و بوجدد اکتفا میکنند. طبعا این در دفعه طالبان و رهبری طالبان هم به شما ندارد. طالبان همه چیزی به خود درست میدانند همان را انجام میدهند. بله، وقت بسیار کم است آقای وزیر. به شکل بسیار خلاصه در این قانون آمده که مردها هم باید ریش داشته باشند، نماز اجباری شده. به نظر شما واقعا دین اسلام دین است که نماز را برای مسلمان ها اجباری بسازه و یا هر فریضه دینی را؟
فرایض مسلمان طبعا وقتی که داخل اسلام می شود فرایض و واجبات دین هست که باید انجام بدهد، اما اعمال اکراه و زور و جبر در ادای فرایضی که شخصی می شود طبعا این منجر به یک نوع ریاکاری می شود و یعنی درست نیست. این چنان باید از طریق وعظ، نصیحت، تشویق، ترغیب و حتی در مواردی که بسیار زیاد یک جدی باشد، یک منکر یا یک امر نادرست در جامعه طبعا قانون باید عمل بکند، اما به این گونه که ریش مردم اندازه شود و نویت لباس مردم اندازه شود طبعا این به جای تسکید مثبت نتایج منفی خواهد داشت. بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای وزین که برداشت خود را در قبال جزئیات قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با بیننده ها در میان گذاشتن. موفق باشین، سپاس.